بله بفرمایید. الو، سلام علیکم، خسته نباشی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید خانم. خدا اجرتون زیاد کنه. من چی در مورد این جادو ساحره و اینا، بله، در مورد جادو و اینا، خب مثلا کسی که مثلا جادو شده، خب این که هست تو قرآن، برام خیلی جای سواله. بله، مثلا جادو که میکنه اینا که مثلا آدم نمیتونه منکرش باشه، حالا چه راهی که مثلا باید بریم که اینا مثلا حتما اگر یکی رب به طرف این مثلا که اینا رو باطل کنه، تا چه اندازه قول ما گناهکار میشه؟ نیا کنید، این که شما اقرار کردید همینطور درست است، سحر و جادو وجود داره، ولی راه باطل کردنش این نیست که به خود جادوگر یا دجال های مثل اون مراجعه کنیم، چون هر کسی بخواد که اینطور عمل بکند در خرافات و شرک و کفر واقع می شود. راه حل باطل کردن سحر با تلاوت قرآن هست. قرآن به ما یاد داد. حالا من مثلا قرآن بخونم. نه ببخشی که خواهش میکنم. قرآن ببخشی که بیادر میکنم در محضر شما. مثلا من اینا رو که مثلا همیشه یکی از بیننده های همیشه با غورت مثلا شبکه های شما هستم. من که مثلا برای خودم مثلا توجیه میشم. ولی اطرافیانم که میگن نه. مثلا خانواده هم میگن مثلا طرف کسی که مبتلا به مریضی شده خب باید پیش تخصصی متخصصی باید اونو ببره. طبعا. اگر نبره مثلا ما که نمیریم، مثلا اینا که هست، مثلا یک چیزی که برای عطر یکی از نزدیکان پیش اومده بود، مثلا چند سال 25 سال مثلا طرف ازدواج کرده بود، بچه دار نمیشد، هر مثلا شوهرش میگفت که من مثلا به این چیزا اعتقاد ندارم و نمیرم پیش مولا و اینا، که هم نرفت، ولی اون مثلا خانمش این طرف اون طرف کرد و رفت به قول مارا، چون زنا بیشتر گرایش به چیزا داره، ولی مردا نمیرن مثلا زیاد مثلا به این چیزا چیز مثلا اهمیت نمیدن، و مطمئنم که بود میگفت من مثلا هر که برام کرده خب خدا مثلا خودش قصاص کنه، من که برام دلم برای کسی مثلا بد نیست دیگه، این کاره مثلا برای من خودش مثلا اگه بخواد به این بچه میده اگه نده، تا اینکه مثلا بعد از 25 سال همون چیزایی که مثلا سهر بودن تو مثلا اشیای کثیفی که مثلا از ناخون گرفته تا مثلا موهای مثلا همه اینا خودمون با چشم خودمون دیدیم، از تو مثلا بالشتش مثلا از تو مثلا خونش پیدا کردیم، همین که اینا رو پیدا کردیم حالا جایی هم نرفته بود، اینا رو سوزون مثلا بعد از یه ماه هنوز نکشیده بود بچه دار شد. رای حل من میفهمم در خیلی جاها این حسادت وجود داره و خیلی از خانم ها به سر حالا جای کم رنگته جای پررنگته جاهای ما مثلا به بچستان مثلا من سوال شما رو گرفتم، رای حل چیه خواهرم؟ رای حل خیلی ساده است. خب این همیشه بوده در طول تاریخ بشر، از قبل از اسلام بوده، در زمان ظهور اسلام هم بوده، بعدم ادامه پیدا کرده. راه حل خیلی ساده است، قرآن بهش اشاره کرده، گفته قرآن بخونید، خود قرآن اشاره کرده، گفته قرآن بخونید. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر شد و توسط یک زن یهودی و پیامبر بله اینم شنیدم بله, بله. خب خب اینجا مولای ما مثلا مولوی ما میگه مثلا این مثلا چیزای کثیفه باید مثلا ما که مثلا مولوی هستیم حافظه، ما مثلا قرآن هم میخونیم مثلا رو آب میدمیم، ولی ما مثلا چیزای خیلی مثلا اینا چیزای مثلا خیلی وحشتناک. شما نیا کنید شما باید بگوید که همون معوذات که بلد هستی، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینها رو زیاد بخونید. اون شخصی که مبتلا هست اگر نمیتونه بخونه، از یک نزدیکانش که بهش محرم هستن به کنارش بشینه، با صوت بلند تو گوشش بخونه، خب این تأثیر داره. آیت الکرسی رو بخونه، سوره فاتحه رو بخونه، اینطوری این جملات تأثیر داره و انشالله سر رو باطل میکنه. همین، خیلی هم ساده است، یعنی تا همین اندازه. ولی ما مثلا این راهکار خودم مثلا کردم، خودم که با اینکه مثلا الان نمیگم حتما همه چیز تا حدود یک
چیزای اطلاعات هم دارم مثلا در مورد، چون شبکه هر که نگاه میکنم این چیزای اطلاعات هم افزوده میشه. ولی مثلا طرف که سیر کردم من میگم مثلا اینا رو مثلا قرآن بخون یا خود دایه، میگه مثلا اینا مثلا خرافاته. که مثلا یکی از خدا مثلا داداشم هستش که مثلا 35 سالش سنشه، با تمام چیزای خوبم که داره هر جا میریم یه مشکل بزرگی مثلا یکی از بقول ما درون قیب بلند میشه یه نهی به ما میده. خواهر محترم عرض کردم شما باید شما باید حتما قانش کنید کسی روش بخونی یا خودش روش بخونه، فهمیدید؟ مولوی های خودمون اینجا میگن نه باید بری، چون اینا نجسه، ما خودمون مثلا خودم اینا کارای نجسیه، باید پیش هم اونا بری که این نجس ها رو خودشون باطل کنن. نه نه اینطور درست، نیست، این نجاست نیست. من باور میکنی الان تا دیگری روز خواهرم تو ایران شه با یکی از مولوی های خودمون حرف میزد، میگفت نه مثلا کار ما نیست، اگه شما هم که رفتی مثلا گناهکار نمیشی. نخیر. مثلا در دایره کفر نخیر. الان کسی پشت خط هستن اگه اجازه بدید من کوتاه اینجا بیان میکنم که سرش باطلش. ممنون خواهرم، تشکر از تماس. خواهش میکنم والله. نخیر، حتما باید خودتون از انسانهای موحد، انسانهای حافظ قرآن کمک بگیرید، انسانهایی که خودشون در اون خط هستن. یعنی آخرین راه چه مینه؟ اگر بله بله. اگر رفتیم یه جایی که مثلا نه نرید تا چی حال مثلا نه نرید نرید خواهرم کمک گرفت. من نمیدونم آخه این نخیر اصلا جایز نیست، باطل کردن سر با سر جایز نیست، فهمیدید؟ حتما شما از قرآن کمک بگیرید، حتما از قرآن. من هر چی اینا میگم خانواده، حالا من قانع هستم ولی خانواده مثلا خواهرم اینا قانع نمیشه. بهشون بگید نه کنید، هر چی هم میگم مثل که مثلا شما مثل این که تشبیه میکنید، مثل این که خودتون را از یک چاله بیرون آوردید به یک چای دیگه انداختید، فهمیدید؟ از یک چاله میتونید الان خودتون بیرون بکشید، بیرون آوردید انداختید توی چایی که دیگه نمیتونید بیرون بیارید. رو آوردن به دجاله هایی که نه اهل دین هستن نه اهل تقوا و اخلاق هستن برای باطل کردن سر جایز نیست. حالا اگر مثلا ما خودمون نریم یکی دیگه واسطه مثلا یکی دیگه بگی مثلا شما نیا کنید. قرآن میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میگه در گناه ها و تجاوزکاری کاری که خیانت هست همکاری نکنید. شما نگاه کنید یه شخصی میخواد از این را خرافات ترویج بده و درآمد کسب بکنه. خب ما مثلا چی رای زودتر بریم میگم چه سوره چه دعایی عرض میکنم خودتون شما سوره بقره رو میگم قرآن همه شفا است، ولی مثلا کدوم که مثلا بهتر مثلا رو بهترین سوره بقره سوره بقره و سوره آل عمران. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که این دو سوره ساحرها نمی تحملش را ندارند، ولا تستطیع البطله، یعنی ساحران تحمل شنیدن سوره بقره و آل عمران ندارن. تا میتونی سوره آل عمران، حالا من اگه خودم مثلا خودم سوره بقره رو مثلا بلدم، خودم میخونم رو آب میدم و میدم به داداشم، روش تاثیر داره یا نه؟ یعنی حتما باید مثلا تو خونه خودم سوره بقره رو میخونم؟ مستقیما روی خودش بخونید. بله یعنی به رو آب چون من همیشه رو آب هم مثلا میخونم. نه رو آب حالتهایی که آب هم میشه خوند، ولی بهتر اینه که رو خودش مستقیما رو خودش خونده بشه خواهرم، روی خودش خونده بشه. بله خیلی ممنون، سلامت باشی، زنده باشی، سلامت باشی. ولی هرگز به این دجال ها رو نیارید، اینا خودشون دجالن، بینید به اینها رو نیارید.